بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر. به سلسله پریزنتیشن ها و درس های بیوشیمی ما در این پریزنتیشن مسیر یورونیک اسید برتان تشریح میکنم. اهداف آموزشی درس ما یه است که در ختم از لکچر نقاط مهم این مسیر متابولیک مسئله انشاءالله را بدانند و اهمیت این مسیر متابولیک در اطراح مواد چی هسته؟ چون این مسیر متابولیک با اطراح مواد ارتباط داره که گفته بتانن. خب، یورینیک اسید پتوه یا مسیر استقلابی یورینیک اسید همچنان به نام مسیر گلوکورونیک اسید هم یاد میشه یا گلوکورونیک اسید پتوه. چرا اهمیت بیولوژیکی از این چی هست؟ بخصوص در بدن انسان. بخاطر که از این مسیر یک تعداد مرکبات تولید میشه مثل گلوکورونیک اسید. گلوکورونیک اسید چی خیلی که تولید میشه از این مسیر چی به درد ما میخوره در فیزیولوژی و بیولوژی ما شما چی به درد میخوره؟ یکی گلوکورونیک اسید در سنتز موکوپولیسکراید ها و پروتئوگلیکان ها نقش داره. موکوپولیسکراید ها یک نوعی از قند های چندین قیمته هست و میره قند پروتئوگلیکان ها پروتین هایی که مزدوج با گلیکوزامین گلیکان هاست با یک نوعی از کاربوهیدرات های امیندار پروتین وقتی که یک جای میشه ایرا تولید میکنه و مهمترین گپ دیگه از گلوکورونیک است. وقتی که از این مسیر تولید میشه در ضد سمی سازی و مزدوج سازی بسیار نقش داره. با یک تعداد دواها و با یک تعداد هورمون ها و خصوص هورمون های استرویدی و میرقم با یک تعداد زهریات و سموم چی میشه؟ این گلوکورونیک اسید در نقش یو دی پی گلوکورونیک اسید یا یوریدین دای فاسید گلوکورونیک اسید چی میشه؟ با و یک جای میشه و باعث میشه که مرکبات چی شوند؟ ضد سمی شوند یا قابلیت اطرار را پیدا کنند. بخصوص یک تعداد مرکبات که منحل در شمع هستن، منحل در آب نیستن، وقتی که با این مرکب گلوکورونیک اسید مزدوج میشه یک جای میشه قابلیت اطرار را پیدا میکنه، منحل در آب میشه و میتونه که از طریق سیستم صفراوی هم چی کنه اطرار شود. مثال از یکی خوبی از اون مثال چیسته؟ بلوروبین است. بلوروبین زمانی که با گلوکورونیک اسید یک جای میشه در جگر به نام کانجوگیتد بلوروبین یا بلوروبین مزدوج یاد میشه که منحل در آب است به نام دایرکت بلوروبین از نوع تستش هم یاد میشه و از طریق سیستم صفراوی داخل اعما شده و اطراح میشه. دیگه چیزی که در این مسیر تولید میشه قندهای پنج کربن است که ما شما میبینیم. البته ویتامین سی نه در وجود انسان، در یک تعداد حیوانات یا دیگه حشرات اینا ویتامین سی را میتونه چگونه از این مسیر تولید کنه و اگزالات ها را میتونیم که چی کنیم تولید کنیم. خاصه بستریت اساسی چی هست؟ گلوکوز است. بر علاوه گلوکوز این دی پی اچ و این دی اچ اینا استفاده میشه. روشن دی خیلی مهمترین گپ دیسته که یورینیک اسید پتویام یکی از مسیرهای استقلابی چی هست؟ گلوکوز است. ما شما در اینجا میبینیم که در اینجا هدف تولید انرژی نیست. و در کدام قسمت حجره اتفاق میفته؟ در سایتوپلازم. کدام ارگان ها در اقتداد زیاد حجرات اتفاق میفته؟ اما عمدتاً در جگر شما میفهمیم به خاطر که اقتداد مواد دیتوکسیفیکیشن در جگر میشه و از طریق چه میشه؟ اطراح میشه. اقتداد اطراح از این صورت میگه. و همچنان در کلیه و همه مقدار زیاد این مسیر چه میشه؟ اتفاق میفته. خب اگه این مسیر از سر ببینیم زمانه که مثل همیش وقتی که الفا دی گلوکوز شش فاسید داخل گلوکوز داخل حجره شد به گلوکوز شش فاسید تبدیل میشه. خب توسط یک انزایم فاسو گلوکومیوتیز میوتیز یادتان باشه بازم انزایم های هسته که از یک موقعیت یک گروپ وظیفه‌ای را از یک موقعیت یا از یک کاربن به کاربن دیگه انتقال میده. خیلی گلوکوز شش فاسید از زیره به چی تبدیل میکنه؟ به گلوکوز یک فاسید باش که من پایینتر بگیرم. خواه گلوکوز 63 توسط انزایم فاسو گلوکومیوتیز به گلوکوز یک فاسید تبدیل شد. میبینید در کاربن اول از این چی هسته؟ خب یک داره فاسید داره. حالا یک انزایمی که به نام UDP گلوکوز پایرو فاسورایلیز یاد میشه. خب این چی کار میکنه؟ UDP گلوکوز که چی میکنه؟ دو دانه او را تشکیل میده. UDP گلوکوز تشکیل میده و پایروفاسفیت از این خاطر نامش از این گرفته شده بس از فاسفوریلیشن. خب ببینین این چی کار میکنه؟ این انزایم UTP را که دو دانه فاسفیدش جدا میکنه مه سر از این مرکب چی میکنه؟ نصب میکنه.
در کدام قسمت سر این فاسیدش. خیلی بی بی چی هست در؟ چون دو فاسید از مرکب یو تی پی یا از نکلوتاید یو تی پی در زن فاسیدش که جدا شده یو ام پی میمانه، یوریدین مونو فاسید میمانه. وقتی که بالای فاسید از یام نصب میشه، چون دو زن فاسید پشت پشت نصب میشه در قسمت، پس یو دی پی میشه، یوریدین دای فاسید میشه، گلوکوز هم خودش هست. خیلی نام مرکب چیست؟ یوریدین دای فاسید گلوکوز، گلوکوزی که با یوریدین دای فاسید چیست؟ نصب است. حالا چی کار میشه؟ حالا یک دیهایدروژنیشن صورت میگیره، اینمی یو دی پی گلوکوز دیهایدروژنیز انزایمی هست که چی میکنه؟ هایدروژن از این میکشه سر کو انزایم خود که این ایدیس نصب میکنه، این ایدیس چی میکنه؟ تولید میکنه. این ایدیس که وقتی که تولید شد، مرکبه که یو دی پی گلوکوز به مرکب یوریدین دای فاسید گلوکورونید چی میشه؟ تبدیل میشه. درست؟ خب این چی هست؟ مرکب بسیار اساسی زده که ما گفتیم که یوریبی گلوکورونیک اسید که میگن این همین مرکب است. ممکن در صورت کایروجن از اینجا جدا بشه و به شکل نمکش گلوکورونید یاد میکنن. یه چه میشه؟ خب هایدرولیز میشه وقتی که خب این همین مرکب میتونه چی بکنه؟ پروتوگلیکان ها را چی کنه؟ تولید کنه؟ همین رقم گلوکورونید ها را چی میکنه؟ تولید میکنه این مرکب. و امریکان در دیتوکسیفیکیشن از سهمی از زهری ساختن چه از نقش داره. اما وقت اگر پیش بره ای پروسه نیاز باشه قرن پنج کاربنات تولید شده یا بره در ایمانات دیگه ویتامین سی تولید کنه یا در بدن ما شما اگزالیت تولید کنه پیش میره. ای به مرکب هایدرولیز میشه به مرکب چی؟ دی گلوکورونید. یو دی پی ازش چی میشه؟ آزاد میشه. درست. وقتی که آزاد شد توسط یک انزایم گلوکورونید ریداکتیز چه میشه؟ ارجاع میشه. برعکس این دفعه از کو انزایم NADPH هایدروژن میگیره بالای از این چه میکنه؟ نصب میکنه. وقتی که بالای از این نصب کرد ال گلونید تولید میکنه. ال گلونید که تولید کرد در بدن یک موجودات دیگه از این مسیر میدونه که برای چی بره؟ ویتامین سی رو بده. اما نه در بدن ما شما. الگلونید اکسیدیشن میشه توسط انزایم اکسیدیز، هایدروژنش کشیده میشه بالای این دی نصب میشه، این دی چه میده؟ انزایمی که کارو میکنه اکسیدیزی کارو میکنه. خب یه که سه کیتو ال گلونید میده. ببینید از موقعیت کربن سیوم از این چه میکنه؟ هایدروژن میکشه گروه گروپ هایدروکسیل به گروپ کیتونی چه میکنه؟ تبدیل میکنه. به خاطر سه کیتو گفته میشه و الگلونید هم خودش هست. یه خود به خودی یک کربن دای اکساید خود از دست داده در موجودات همین انزایم ها باعث میشه که ال زایلولوز بده. میبینین یک کربن، دو کربن، سه کربن، چهار، پنج، یک قند پنج کربنی کیتوز میده. ال زایلولوز. ال زایلولوز توسط یک انزایم زایلیتول دیهایدروژنیز هایدروژن از این کشیده میشه. وقتی که هایدروژن از این کشیده شد این به چی تبدیل میشه؟ خب ببخشید هایدروژنش کشیده نمیشه، اینجا هایدروژن نصب میشه. گرچه انزایم دی هایدروژنیز است ولی انزایم های که انزایم دی هایدروژنیز که انزایم را که در اونجا هایدروژن به که انزایم داده میشه گرفته میشه نقش داره. از این خاطر دی هایدروژنیز میگه و یه چون تعامل راجی را کتالایز میکنه. از این خاطر دی هایدروژنیز هم گفته میشه. خیلی پس از این دی پی چه که اینجا چی میکنه؟ هایدروژن میگیره بالای از این مرکب نصب میکنه. مرکب کیتوز یک چی را میده؟ زایلیتول یک الکل قندی را میده. یادتان باشه که الکل قندی. خب ال زایلوز با نصب با هایدروژن از این دی پی اچ به کمک انزایم زایلیتول دی هایدروژنیز بالای از این به چی تبدیل میشه؟ به پولیول یا پولی الکل از این تبدیل میشه که زایلیتول هستن. خب یک تعداد انسان ها به شکل ژنتیک زایلیتول دی هایدروژنیز ندارن. وقتی که نداشته باشن این پروسه پیش نمیره، پیش نفر ال زایلولوز زیاد میشه و بالاخره در ادرار اطراح میشه که وقتی که در ادرار اطراح شد یک مریضی چی هست؟ یک مریضی بدون اعراض هست و زایلیتول که تولید شد توسط ریداکتیز دیزایلولوز ریداکتیز ای به چی تبدیل میشه؟ دیزایلولوز تبدیل میشه. چرا ما شما در بدن ما شما معمولا قندهای ال ما استفاده نمیکنیم، قندهای دیره استفاده میکنیم. دیزایلولوز میشه، دیزایلولوز میتونه که بره مسیرهای مختلف بره و یا ببینین میره گلایکولیت میته و او به اگزالت چی میشه؟ تبدیل میشه. درست؟ به این شکل خیلی میتونه که بره اگزالت بته
تنهای پنج کربن را بوده و یا هم مهمترین مرکب مسئول از یوریدین دایفاسید گلوکورونید است. و این مرکب میتونه که مسیرهای مختلف را بره برای پروتوگلایکان ها و موکوپروتین ها و این هم چی شود؟ استفاده شد. این مسیرها در بدن ما شما این مسیرهایی که اسکوربیک اسید یا تولید میشه در بدن ما شما در انسان ها وجود نداره. خب اما پیشتر که گفتم که انزایم زایلیتول دیهایدروجنیز پیش تعداد کسا به شکل جنتیکی وجود نمی داشته باشه، بنان الزایلولوز به زایلیتول تبدیل نشده و الزایلولوز پیش نفر زیاد میشه که دارش چی میشه؟ اترام میشه که یک نوع انجوری گفتم که بدون اعراض هسته و ایرا به نام اسنشال پنتوزیوریا یاد میکنن. پنتوزیوریا چرا؟ این همین زایلولوز خودش چی هسته؟ یک قند پنج کاربون هست که در اترام میشه پنتوزیوریا هست. ایرا به نام اسنشال پنتوزیوریا یاد میکنه که دواهای امینو پایرین و انتی پایرین که یه پیش امین مریضایی که تکلیف داشته باشن اترای زایلولوز دوگام چی میکنه؟ زیادتر میسازه. خب باز اگه ما شما نتیجه گیری کنیم، ما می‌بینیم که یک مسیر استقلابی گلوکوز بود که عمدتاً در جگر ما و کلیه ها اتفاق می‌افتاد. یک تعداد جرات دیگه مهمترین گپ از چی بود؟ که مهمترین گپش این بود که UDP گلوکورونیک اسید یا گلوکورونیت چی میکرد؟ تولید میکرد به خاطر دیتوکسیفیکیشن دیگه مرکبات، به خاطر زلسیمی ساختن و یا به خاطر چیز اطراح یک تعداد مرکبات مزدوی ساختن با اونا و یا هم به خاطر ساختن یک تعداد مرکبات مثال پلیسکراید ها و یا گلایکوپروتین ها و همچنان دیگه قند های پنج کربن را چی میکرد؟ تولید میکرد. تشکر.